به نام خدا. سلام به همه علاقه‌مندان به ورزش زیبا و جذاب کیک بوکسینگ و بوکس. محسن آنی هستم. اگر حضور ذهن داشته باشید من تکنیک لوکیک رو بهتون آموزش دادم، تکنیکی که به پایین بدن ضربه زده میشه، به ران حریف ضربه زده میشه. تکنیک لوکیک، یه سری از عزیزان سوال کردن که زمانی که میخوان پاشون رو بچرخونن خیلی سخته. خب بله سخته، ولی توجه داشته باشید من توضیح هم دادم براتون، گفتم که کف پا رو کاملا نچسبونید به زمین. اگر کف پا کاملا به زمین چسبیده باشه و بخواید بچرخونید، اون استکاک بیشتر میشه، زیاد میشه و به زانوتون هم حتی ممکنه در دراز مدت آسیب بزنه. و اینکه سعی کنید پا بچرخه. بعضی حالا کف پاشون هم میچسبونن یا دقت نکردن این حرکت رو انجام میدن. شما تصور کن من اینجا بیستم، ضربه رو بزنم، این پام اگر چسبیده باشه به زانوم قطعا فشار زیادی میاد. ولی باید پا رو بچرخونید. من دوستان گفتم، من حتی تاکید کردم، گفتم سعی کنید پاشنه پا یک مقدار بیاد بالا و رو سینه پا پا رو بچرخونید. دلیلش هم گفتم دلیلش اینه که سطح مقطع پا رو کمترش کنیم که استکاک به حداقل برسه و راحت‌تر بتونیم ضربه رو بزنیم. حالا این مورد هم من بهتون بگم که شما وقتی میخواین کار بکنید، زمانی که میخواین پا رو بچرخونید، یک مقدار وزنتون رو بیارید به سمت بالا، نه اینکه جهش بزنید بالا. نه، من زمانی که میخوام ضربه بزنم، پاشنه رو که یک مقدار میارم بالا و رو سینه پا میچرخونم، بعد میگذارمش زمین. این اشتباه متوجه نشید، من نگفتم پاشنه بالا باشه ضربه رو بزنید مچ پاتون پیچ بخوره آسیب ببینید، نه اینو من نگفتم. ولی گفتم که پاشنه رو یک مقدار بیارید بالا، رو سینه پا پا رو بچرخونید، پاشنه بیاد زمین. این کار اگر انجام بدید خیلی راحت‌تر میتونید تکنیک رو بزنید. ببینید پاشنه میاد بالا، میچرخونم، بعد پا رو میارم زمین. این حالت توضیح دادن خیلی راحتشه، خیلی سادهشه. من میخوام بزنم سریع، الان شما فقط به پای چپ من توجه کنید، پایی که ستونه. چون وقتی من یک تکنیک پا دارم میزنم، حالا چه پای راست باشه چه پای چپ، معمولا روی یک پا هستیم، به اون پا میگیم پای ستون. حالا هر تکنیک پایی که میخواد باشه. ببینید من این حرکت، من الان گفتم چی؟ گفتم پاشنه بیاد بالا و همزمان که داریم میچرخونی روی سینه پا، بعد پاشنه رو میذاریم زمین. درست شد تا اینجا؟ ببینید حالا من وزنم هم یک مقدار میندازم به سمت بالا. دقت کنید، وزن من الان حدودا 92 کیلوه. من وقتی وزنم رو بندازم بالا شاید حدود 20 کیلو به پام فشار بیاد، چون اون لحظه ای که پام رو دارم میچرخونم وزنم رو میندازم بالا. بهتون گفتم بازم دقت بکنید جهش زیاد نداشته باشید که مشخص بشه نفر یا حریفتون متوجه شه. من زمانی که میخوام ضربه رو بزنم اینا همش باید با همدیگه باشه. مشکل اینه که دوستان یک سری توجه نمیکنن و حرکات رو عجله میکنن تو یادگیریش و به هر حال ممکنه به خودشون هم آسیب بزنن یا اذیت بشن. ببینید عزیزان، من گفتم زمانی که میخواییم بزنی، اول کار باید آروم یاد بگیرید، باید تدریجی آهسته تکنیک رو تمرین کنی. اول بیستید این پاره تمرین بکنی، بعد پاشنه رو که میارید بالا وزن رو بندازیم بالا همزمان. من الان چند بار انجام میدم، لطفا بیستید با من انجام بدین. ببینید من ایستادم، زمانی که میخوام پاره بزنم یکم وزنم میاد بالا. پس با شمارش من میگم وزن از روی پاشنه بلند کنید روی سینه پا بندازید و همزمان با چرخش. یک، پاره نمیخوام باز کنید، لوکیک نمیخوام بزنید، فقط همین چرخش رو انجام بدید. یک، پاره بزنید زمین، دوباره برگردید. دو، سه. قطعاً وقتی که شما میخواین تکنیک لوکیک رو یاد بگیرین، ضربه رو بزنین، بخواین برش گردونین، سخته. زمانی که ضربه رو میخواین جمعش بکنین خیلی سخت‌تر میشه. ولی فعلاً ما الان برای یادگیریش که گفتم گام به گام داریم پیش میریم. اینم اگر دقت کنه این روش که من میگم کار بکنه خیلی بهتر یاد میگیره. اون حرکتی که گفتم کنار دیوار، دستتون رو بزنین به دیوار یا مبل، یه تکیه‌گاهی که بهش اطمینان داشته باشید، انجامش بدی. حالا این حرکت رو شما میتونید به صورت طولی انجام بدید. یعنی چی طولی؟ مثلا من ایستادم روبروی شما،
پای راستم عقبه، پای چپ جلو. من ضربه راستم رو میزنم، رو پای چپ دارم چرخش انجام میدم. پارو میذارید جلو، دوباره گاردتون رو درست میکنید، حالا با پای چپ میزنید، یعنی پای ستونتون میشه پای راست. ببینید میذارش زنید، دقت کنید، من با پای راستم میخوام بزنم، پای چپم ستونه، این چرخش رو من میزنم. این حسنش چیه فعلا برای یادگیری؟ اینه که دیگه نمیخوای برگردی سر جای خودت، چون سخته دیگه، اون حالت خیلی سخته که شما ضربه رو بزنی بخوای برگردی سر جای خودت. بنابراین شما همین ضربه‌ای که دارید میزنید، ضربه رو میزنید، از پهلو پا رو میزنید جلو، پای راست میشه پای جلوتون، یعنی میشین چپ گارد، دوباره پای مخالف رو انجام میدید. الان دقت بکنید، این حرکت من به صورت طولی انجام میدم، شما هم بایستید با من لطفا انجام بدید. الان یه سالن، حالا مثلا یه مسیری که حداقل 4 متر 5 متر باشه، بایستی همون حالتی که من گفتم، حالت گارد که ایستادین، به آرامی ضربه رو میزنید، پایی که ضربه رو زدین میذارین جلو، دوباره پای چپ همینطور آروم میایین به سمت جلو. با شمارش من با هم دیگه انجام میدیم. 1 2 3 4 5. ببینید پا رو نمیخوام باز کنید، من حالا اولیش رو ضربه رو زدم، دوباره بایستین، پس پایی که قرار ضربه لوکیکو بزنه بازش نمی کنی. چرا؟ چون فقط تمرکزم رو پایی که ستون هست باشه، چرخشش روی سینه پا و چرخش کمر و اینکه همزمان با این حرکت یک مقدار وزنتون رو خودتون از روی از سینه پاتون بردارید، یعنی وزنتون از فشاری که روی پا هست اینو بردارید. دوباره انجام بدید با من. 1 پا رو بزنید زمین، 2 3، سعی کنید پاتون هم از بیرون بیاد، 4 5 6، دوباره انجام میدید، 1 2 3 4 5 6. یک تمرین دیگه ای که برای تکنیک لوکیک خیلی کمک میکنه، نه تنها لوکیک، تکنیک های دیگه پا هم هست که رزمکارا قطعا شنیدن میدونن، تمرینات تعادلی. ببینید تمرینات تعادلی توانایی شما را در کنترل و تثبیت موقعیت بدنتون افزایش میده، یعنی بهترش میکنه، قوی ترش میکنه. باید تمرینات تعادلی را کار بکنید، یعنی رزمکارا تمرینات تعادلیشون باید روتین انجام بشه، تو برنامهشون داشته باشن. و قطعا هم دیدید رزمکارایی که تکنیکای پا بالا میزنن با کنترل یا ضربشون رو میزنن نگه میدارن. شما وقتی که تمرینات تعادلی انجام بدید، وقتی که روی یک پا مثلا ایستادید، میبینید اون لرزشی که پیدا میکنه یه سری ریز عضلات رو درگیر میکنه و حس عمقی رو افزایش میده. عزیزان سالمندم بدونن با افزایش سن فرق نمیکنه، برای همه ما هست، با افزایش سن اون حس عمقی کم میشه. حس عمقی چیه؟ حس عمقی درک اون موقعیتیه که نفر داره انجام میده، از اون فضا، از اون جایی که میخواد حرکت بکنه جابجا بشه. باید شما مثلا فکر کنید یه جوب آب دو تا سنگ گذاشتن، از روش میخواین بپرین رو اون سنگ دیگه، تعادلتون اگر که به هم بخوره خب میافتید داخل آب. بنابراین تمرینات این روندیه که برای همه هست با افزایش سن، بنابراین باید همه انجام بدن، هم دوستانی که سالمند هستن، هم همه عزیزان، فرق نمیکنه، اونایی که وزنشون زیاد کردن خصوصا، یا اونایی که کاهش وزن بسیار زیاد داشتن، باید این تمرینات انجام بدن. در کل هر چقدر که تمرینات تعادلی انجام بدیم، مطمئنن از حالت و بدن بهتری برخوردار هستیم. ضمن اینکه تمرینات تعادلی باعث میشه که
میانتنه قوی داشته باشیم، همون محدوده کور، عضلات میانتنه بسیار قوی باید داشته باشیم. چرا؟ چون باعث تعادل میشه، باعث این میشه که بهتر بتونیم ما حرکات انجام بدیم، در زندگی روزمرهمون بهتر بتونیم حرکت بکنیم، مشکل پیدا نکنیم، آسیب نبینیم و موارد دیگه. پس بنابراین خیلی مهمه که این حرکات رو انجام بدیم. حالا برای تکنیک لوکیک من بخوام بهتون بگم به چه صورت انجام بدین. شما هم حالتی که گارد گرفتین با آرومی، حالا میتونید برای شروع کار دستتون رو بذارین به دیوار یا مثلا مبل یا یه تکیه گاه. من وقتی ایستادم پامو نگه میدارم این حالت، درسته؟ قشنگ از نوک پا تا سر سعی کنید توی یک خط قرار بگیرید. دستتون رو بردارید، دستتون رو بردارید بمونید، مثلا زمان بگیرید 5 ثانیه 10 ثانیه، ببرید بالا زمانتون رو. تدریجی زمانتون وقت زیاد بشه برای هر دو پا هم حتما انجام بدید. برای هر دو پا اگر انجام بدید خیلی بهتره. حتی اون دوستانی که یکی از پاهاشون مثلا دست راست دست یا چپ دست هستن، قاعدتا یه سمت بدنشون به نسبت اون سمت ضعیف‌تره. همیشه من گفتم به بچه‌هایی که میام من کار میکنم، گفتم آقا دارید تمرین میکنید، کار میکنید، اگر پای چپتون ضعیف‌تر از پای راستتون هست، مثلا پای راست 10 تا تکرار بزنید، پای چپ 15 تکرار، برای اینکه بتونید اونو کار کنید برسونیدش به اون پا از لحاظ توانایی. حالا اینم به همین صورت، شما پای چپ هم که میخواید نگه دارید، مثلا رو پای راستتون ستون هستید، پای چپ رو نگه دارید، یه مقدار براتون سخت‌تره برای اونه که راست دست هستن، پا راست هستن، سخت‌تره، زمانش رو بیشتر بکنید که تعادله برقرار بشه، بالانس بین دو سمت بدن برقرار شه. پس این تمرین هم تو برنامه‌تون بگنجونید تا زمانی که احساس کردید بهتر شدید، زمان بیشتری میتونید نگه دارید، بعد بایستید خیلی آروم به آرومی سعی کنید پا رو بچرخونید و نگه دارید. اینو هی سعی کنید هی زمانش رو زیاد بکن. چون این فعلا تکنیک لوکیک و ارتفاع پایینه. تکنیک میدل کیک داریم، های کیک داریم و تکنیک‌های پای دیگه. بنابراین باید اون تعادل حفظ بشه، کار بکن روی عضلاتتون که قوی بشه. وقتی که این حرکات رو انجام میدید، وقتی که دستتون رو حالا به دیوار نگه داشتید، این پا رو نگه داشتید، میبینید که فشار زیادی به پهلوتون داره میاد، عضله سورینیتون درگیره، این همون میانتنه است دیگه، میانتنه‌تون درگیر میشه. به مرور شما دارین هم اون تمرینات کیک بوکسینگ رو یاد میگیرید، هم رو میانتنه‌تون کار میکنید، رو تناسبتون، رو فیتنس شدنتون دارید کار میکنه. پس اینا رو جدی بگیرید، وقت بگذارید برای این حرکات تا بهتر بشیم و مراحل بعدی انجام بدیم. اینا رو من گفتم که حساسیت تمرینات تعادلی هم متوجه بشین و همون فواید تمرینات تعادلی هم که براتون بگم که جلوگیری از زمین خوردن، افتادن ها. چرا؟ چون اگر عضلاتتون قوی باشه، عضلات میانتنه‌تون قوی باشه و تمرینات تعادلی انجام داده باشین، به راحتی زمین نمیخورید، به راحتی از یه جایی بپرید، تعادلتون به هم نمیخوره. و اینکه تمرینات تعادلی اگر انجام بدید، اون ثبات زانو و مچ پا بیشتر میشه، جلوگیری میشه یه جورایی از آسیب دیدگی پایین تنه، همون مفصل زانو یا مچ پا. و اینکه بهبود حس عمقی که بسیار بسیار مهم هست برای همه ماها، یا همون توانایی درک موقعیت خود در فضا که باید کار بکنیم، همه انجامش بدن، همه عزیزان ورزشکار که تعادل بهتری داشته باشن. اگر دقت کرده باشین اکثر رشته‌های ورزشی حالا بنا به اون تخصصشون، بنا به اون رشته‌ای که دارن، یک سری از تمرینات تعادلی انجام میدن برای بهتر شدنشون، برای تقویت اون ریز عضلاتشون هست که اگر دقت بکنید مثلا یک حرکت رو مثلا انجام داده بدن شروع میکنه لرزیدن، یا با استفاده از بوس و بال، اون توپای نیمگردی که توی باشگاه دیدید حالت نیم دایره و یک سطحش صاف هست، که تمرینات زیاده، تمرینات پلانک، تمرینات مختلفی میشه روش انجام داد یا روش بیستن نفرات تعادلشون حفظ بشه. اینها همش برای بهتر شدن بدنه که بسیار مهمه. اینها زمانی عزیزان میرن سمتش که خدا نکرده مشکلی آسیبی دیده باشن، اون موقع تازه میرن کار میکنن. پس چه بهتر که ما پیشگیری بکنیم، کار بکنیم اینها را. و ما رزم کارا هم نیازی به یه سری چیزا شاید نداشته باشیم. چرا؟ شما با همون تکنیک های پا میتونیم تعادلمون رو ارتقا بدیم، چون همه تکنیک های پایی که ما میزنیم ناچار هستیم روی یک پا بایستیم.
پس بنابراین اگر تمرینات تعادلی هم بین تمرینات سرعتی اون داشته باشیم خیلی برد میکنیم، خیلی بهتر میشیم. تکنیک پا رو پس دوستان انجام بدید. الان یک تمرین دیگه برای همون حرکات تعادلی، تمرینات تعادلی. الان با پای چپ یا پای راست با هر پایی که ضربه میزنید سعی کنید دو ضربه رو در هوا بزنید به صورت همون شادو یا سایه زدن. یعنی شما ایستادین پا راست همینجا جمع میکنید دو تا پای راست یک. الان لطفا با من انجام بدید. من روی گاردم میستم، پای راست اول ضربه میزنی، با هر شمارش دو ضربه میزنی، پای استاتون هم بچرخونید، آروم به ضربه رو بزنید، تعادلتون به هم خورد، ایرادی نداره، فقط مواظب باشین زمین نخورید، آسیب نبینید، سرتون به جای برخورد نکنه، رعایت بکنید. با شمارش من یک، آروم بیاین ضربه، برمیگردید دو، سه، چهار، پنج. با پای چپ انجام میدیم یک، دو، سه، چهار، پنج. اگر که کیسه بوکس دارید، حالا منزل یا سالن، روبروی کیسه بایستین، با آرومی با همدیگه همین تکنیک لوکیک رو به صورت تک تمرین میکنیم. ابتدا پای راست با شمارش 10 ضربه میزنیم، یک، نمیخوام محکم بزنید، آروم بزنید. اگر کیسه حالت پاندول شد نگهش دارید. اگر که پارتنر یا حریف تمرینی دارید که یک نفر کیسه رو نگه داره، شما 10 تا بزنید، بعد چنج کنید که نفر مقابل انجام بده تمرینات. با هم دیگه میزنید، یک، پا از پهلو، دو، سه، چهار، پنج. سعی کنید پاتون از پهلو بیاد، شش، هفت، هشت، نه، ده. خوبه پا رو عوض کنید، براتون جا به جایی پا هم توضیح دادم جلسه گذشته. خب پای چپ ضربه میزنیم با هم دیگه، یک، کاملا پا بچرخه از پهلو، پای ستون هم بچرخه، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، سعی کنین گاردتون هم نیفته، ده. و اینکه انعطاف بدنیتون هم دوستان بیشتر بشه، هر دفعه که تکنیک های پا را برای هر دو پا انجام میدید حرکات کششی انجام بدید، حرکات کششی بیشتر به خاطر مختص پا که براتون گفتم توی یکی دو تا از ویدئوهای آموزشی من گفتم بهتون، ولی حالا مثلا همین حالت پاها رو دو برابر عرضشون رو باز کنید، دست چپ پهلو، دست راست کشیده، بدن صاف صاف، نه به سمت جلو خم شید نه به سمت پشت، دست کشیده آروم برید به سمت چپ صاف صاف. سعی کنید از پایین ترین قسمت کمر و لگنتون فشار بیارید، قسمت لگنتون متمرکز بشید، کامل اینجا باید احساس درد و کشش داشته باشه. انجام بدید سمت مخالف، دست کشیده کامل میرید به سمت راست. سعی کنید دو سمت انجام بدید،
دستا روی زمین بگذارید، با آرامی پاها رو باز کنید. حالا باز من سعی میکنم تو جلسات بعدیمون